علی آقا محمدی از مهره های خامنه ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی شکست برجام را شرایطی مشابه زهر خوردن خمینی در سال 67 و عملیات فروغ جاویدان برای سرنگون کردن رژیم توصیف کرد و گفت من یادم با شبکه خبرم اون زمانی که هنوز برجام داشت بحث میشد خیلی ها اعتقاد داشتن که برجام به تصویب نمیرسه و بود من پیشبینیم اینجوری بود اون زمان گفتم انجام میشه یعنی میگم و خیلی هنوز مبهم بود و کسی نمیدونست که اصلا برجام به سرانجام میرسه نه من گفتم این انجام میشه ولی بعد از تصویب برجام این قطعنامه 1598 خواهد شد که گفتن چطور من همونجا عرض کردم که قطعنامه 1598 رو وقتی ما پذیرفتیم چون زمان شما تعیین کردیم که بپذیریم ما مساله خودمون رو بررسی کردیم در مقطعی پذیرفتیم که میخواستیم ارزیابی این شد که ایران از موضع ضعف پذیرفته بنابراین عملیات مرصاد رو طراحی کردن یعنی یه ضربه محکم زدن گفتن خوینا ضعیفن دیگه حالا یه نیروی میفرستیم میره مثلا کرمانشاه و از کرمانشاه میره همدان و از همدان میره تهران کار تمام میشه خب منافقین رو فرستادن دو عملیات و سر و صدا و فلان و با اون بساط لذا اگر دیده باشید باز همون زمانا شروع شد یه بحثایی که اصلا ما نمیذاریم اینا به 40 سالگی برسن و شروع کردن زمزمه های این حرفا رو زدن.